تنظیم خواب توی سال کنکور یکی از مسائل خیلی مهمی هستش که روی عملکرد درسی کنکوریا اثر میذاره. توی این ویدیو میخوام یه سری اطلاعاتی رو راجع به نحوه تنظیم خواب و بهتر کردن عملکرد درسیتون بهتون بگم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. هلو گایز، من آیلین هستم از دکتر مولین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما به صورت هفتگی ویدیوهایی رو در رابطه با مطالب مشاوره کنکوری و ریاکت به تیک تاک های پزشکی آپلود میکنیم. اگه از مخاطبای جدید دکتر مولین هستین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین تا هر ویدیو که آپلود میکنیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. یادتون نره که ما رو تو باقی شبکه‌های اجتماعی هم حتما فالو کنید. خب بچه، کنکور یک پروسه طولانی هستش که شما حداقل 1.5 سال باید مطالعه مداوم داشته باشین. پس لازمه که توی این دوران شما برنامه منظم روزانه داشته باشین. حالا ممکنه که شما از اون دست افرادی باشین که قبل از شروع مطالعه برای کنکور شبها دیر میخوابیدین و طبیعتاً صبحم دیر بیدار میشدین. خب بچه، ببینید، این از لحاظ علمی ثابت شده که مغز اول صبح آمادگی بیشتری برای یادگیری داره و کیفیت یادگیری توی این تایما خیلی بیشتر از تایمای دیگه ای روز میشه. توصیه من به شما این هستش، از زمانی که شما مطالعه کنکور رو به طور جدی شروع میکنید برنامه‌تون رو منظم‌تر کنین، سعی کنین که شب‌ها زودتر بخوابین و صبح‌ها هم به مراتب زودتر از اون بیدار شین. خب حالا این منظم کردن برنامه باید به صورت تدریجی باشه. یعنی مثلا من فرض رو بر این میذارم که شما تو حالت عادی یک شب میخوابیدین و صبح مثلا هلوهوش 10-11 صبح بیدار میشدین. شما نمیتونین یهویی بیان یک شب رو تبدیل کنین به 10 شب. یعنی شما اگه 10 شب برین تخت اصلا خوابتون نمیبره. حالا توصیه من چی هسته؟ شما میتونین این کار رو انجام بدین که هفته اول 20 دقیقه زودتر بخوابین و صبحم 20 دقیقه زودتر بیدارشین. هفته دوم اینو بکنید 1 ساعت زودتر. 1 ساعت زودتر بخوابین، صبحم به طبیعتاً 1 ساعت زودتر بیدارشین. هی اینطوری ادامه میدین و توی 1 ماه اول ساعت خوابتون تنظیم میشه. خب ممکنه که صبح که از خواب بیدار میشین خوابالو باشین و انرژی و تمرکز کافی برای درس خوندن نداشته باشین. توصیه من این هستش که هفته اولی که این برنامه رو میخواین اجرا کنین، حتی اگر خوابتون میاد به زورم که شده پشت میز بشینین و خودتون رو وادار کنین که این 2 ساعت اول رو با یه درسی رو مطالعه کنید، حتی اگه کیفیت مطالعتون راضی کننده نباشه. از هفته های دیگه این کاملا براتون جا میفته و دیگه صبح سرحال از خواب بیدار میشین. یه نکته دیگه این که مطالعه رو به صورت نشسته پشت میز مطالعه انجام بدیم، به صورت دراز کشی و خوابیده باعث میشه که خوابتون بیاد. لوکیشن میز رو یه طوری تنظیم کنید که رو به دیوار باشه و موقع درس خوندن براتون حواس پرت ایجاد نشه. یه مسئله دیگه هم هستش، اینکه یه سری از دانش آموزا فکر میکنن که شبا میتونن بهتر مطالعه کنن و روزا از کیفیت کارشون راضی نیستن. همطور که توی ویدیوهای قبلی هم گفتم، مطالعه برای کنکور باید کاملا شخصی سازی شده باشه. مثلا ممکنه شما یه روشی رو پیش بگیرین که با اون نتیجه بگیرین، ولی 90% افراد اگه اون کارو بکنن نتیجه نمیگیرن. حالا این تعداد کم میتونن شبا مطالعه کنن و در طول روز استراحت یا خواب داشته باشن، ولی اینم بگم که ساعت مطالعهشون نباید کمتر از حد باشه. ولی تا جایی که من تجربهشو دارم، اکثر بچه ها با مطالعه توی صبح و در طول روز راحت تر هستن و شبا عمل کرده مغزشون در اون حد نیست که بتونن سوال سخت رو حل بکنن. حالا اگر شما جز این دست افراد هستین که شبا کیفیت کارتون بهتره، بهتر مطالعه میکنین، نزدیک کنکور باید این عادتتون رو تغییر بدین، به خاطر اینکه آزمون سراسری صبح برگزار میشه و شما شب قبلش باید خواب کافی رو داشته باشین. به این صورت که از 1 ماه قبل کنکور شروع کنید به زودتر خوابیدن تا صبحم بتونین زودتر بیدارشین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و مطالب براتون مفید بوده باشه. هر سوالی که دارین میتونین توی کامنت ها بپرسین، سعی میکنیم که جواب بدیم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.